سپاسگزارم در این چهارشنبه ای که من در اروپا هستم و دوستان با فناوری بسیار توانستن این کتابخانه ای که در منزل من هست رو در این گفتگوی من با شما از اروپا زنده کنند و چنین بنماید که من در همون جایگاه برنامه های آمریکا هستم و این است که شاید تصویر کتابخونه رو بردین با خودتون همراه. نه، کتابخانه من تصویری نیست، ولی این به هر حال فن نو این توانایی ها رو داره که این کار رو انجام بده. من از اروپا با شما به شما درود میفرستم و آقا امینی، اروپا برای چی رفتیم باز؟ برای خوشگذرانی جناب اوری. نه جدی، برای کتاب؟ عرض کنم که بله، برای بردن یا برای سخنرانی؟ بله، برای سخنرانی ها بوده، دیدار دوستان و سخنرانی ها. و اروپا مشهور به خوشگذرانی نیست. جدا؟ امریکا هست. خب شما چون اروپا زندگی کردید و سپس به آمریکا آمدید، من بیشتر آمریکا زندگی کردم و بیشتر اروپا رفتم، با هم فرق بکنه. اما به اروپا آمدم برای چند برنامه، دیدارهای خصوصی داشتم، کارهایی داشتم اینجا، ولی اینه که با شما سخن میگویم چند برنامه در شهر کلن و هانوور و شهرهای دیگر دارم که امیدوارم که در درازای این برنامه اینها رو در میان بگذاریم و با هم گفتگو کنیم و این رو به آگاهی همیهنان برسانیم. آقا امینی، فقط اینجا بفهمین که اصولا سوژه‌هایی که انتخاب کردیم برای سخنرانی چی هست؟ شما مهری، من همون گونه که بارها در برنامه‌های خودتون گفتید، من کار پژوهشی من یک کار دامنه‌دار و گسترده است. من در مورد تاریخ اسلام در ایران خیلی کار کردم و به همین دلیلم توانستم که شیعیگری احمد کسروی رو حاشیه بزنم و درباره تاریخ شیعی و اسلام داوری کنم. من درباره تاریخ عرفان در ایران کار کردم، به ویژه در مورد تاریخ معاصر ایران سالهای درازی کار کردم و نوشتارهای زیادی از من بیرون آمده، از جمله کتاب سوداگری با تاریخ در مورد دوران زمامداری زندیات محمد مصدق، جلد دوم اون هم به زودی در دسترس همیهنان قرار خواهد گرفت. کار ویژه‌ای در مورد بازشناسی احمد کسروی رو در این 30 سال گذشته در برابر خودم قرار دادم و فکر میکنم بسیار جایگاه مهمی دارد. ولی در کنار اینها، موضوعی که بسیار من رو دل مشغول خود کرده، مسئله ماندگاری و یکپارچگی ایران است و بحث قومگرایی و ستیز قومی و درگیری هایی که در این سالها در سپهر سیاست ایران پدیدار شده، جایگاه زبان فارسی و چیزهایی از این دست. این است که در برنامه هایی که در این 1 ماه آینده در اروپا، در شهرهای مانند وین، مونیخ، برلین، هانوور و کل و دیگر شهرها خواهند داشت، هر یک موضوع جداگانه رو دنبال میکنه. در روز پنجشنبه، در پنجشنبه فردا در کل برنامه خواهد بود با عنوان، از بدید که من اصلا اطلاعیش رو در واقع در نگاه کنم و حتما آگاهی درستی به شما بدم. برنامه خواهد بود زیر عنوان سرگذشت زبان فارسی، که بیشتر به این میپردازد که چرا زبان فارسی در درازای تاریخ پس از اسلام، پس از اینکه عرب به ایران آمدن، 900 سال حکومت ترکمانان، اوغوز، مغول، تاتار بر ایران تا آستانه مشروطه، چون دولت قاجار هم بر روی دولت ترکمان تباری بود، چگونه شد که زبان فارسی سر برآورد و چیره شد و زبان ادبی، زبان اداری و زبان ملی ایران شد؟ چون زبان مشروطه که زبان ملی ایران است، زبان فارسی بود و اسناد مربوط به مشروطه هم اسناد به زبان فارسی بود، در دورانی که
دولت در دست قاجار بود، قاجاری که خودش رو بر روی حالا نه قومگرایان میگن چنین نبوده. قومگرایان میآیند و یک داستان ساختن که در واقع دو داستان ساختن. یکی از این دو داستان خیلی برملا شده، یعنی واقعا افسانه‌ای است که من به اون پرداختم و میتوانم بگویم که در این زمینه شاید جایگاهی هم برای برملا کردن این رسوایی داشتم. داستان جدید این است که هزار سال است که در ایران ملت فارس بر ملت‌های دیگر چیرگی داشته و ستم میکنند، در حالی که ما میدانیم از لابلای تاریخ میدانیم که در این هزار سال پیش از مشروطه بیشتر دولت‌هایی که در ایران بودند، دولت‌های ترک و ترکمان و اوغوز و مغول و از این رو بودن، تنها شاید حتی ایرانی ترین ظاهرا دولت در دوره 500 سال گذشته ایران که دولت صفوی بوده بر گرده قزلباشان بر ایران چیره شده و زبان دربار زبان ترکی بوده، زبان سلحشوری و جنگ زبان ترکی بوده و با این همه زبان فارسی باقی مانده. چند روز پیش در پیش از اینکه به اروپا بیایم در برنامه بودم با آقای بهرام مشیری که ایشان در مورد شاهنامه صحبت میکردن، اشاره ای داشتن به همین نکته که سه بزرگترین شاهنامه گراور شده مصوری که به دست مانده یا به هر روی بخشای از اون در دسترس است، یکی در دوران دو تای اونها در دوران مغولان به وجود آمده، فراهم شده مغول و تیمور، یکی در دوره مغول و دیگری در دوره تیمور و یکی در دوره شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب، شاهنامه طهماسبی نشان میدهد که این افسانه افسانه ساختگی است. گروه دیگری میگویند که این ستم ملی، ستم ملی دوره پس از مشروطه و دوران رضا شاه است. رضا شاه آمده و به عنوان نماینده ملت فارس زبان فارسی رو بر حلقوم ملت‌های محروم فرو برده و ستم ملی به وجود آورده و از این رو ما امروز باید در سودای جدا ساختن واحدهای ملی یا قومی در ایران باشیم. افسانه هایی که می پراکنند و به نظر می آید که هزینه این نوع افسانه ها رو دولت‌های خارجی می پردازند. خیلی ممنون آقای امینی، ولی پیش از این که به ماجراهای قومی ببخشید، پوزش میخوام من شما رو کرد. خیلی پوزش میخوام. شما از من پرسشی کردید، من پاسخ کامل ندادم. یکی از سخنرانی های من در سفر درباره سرگذشت زبان فارسی است در روز ششم ماه اکتبر در شهر کل. سخنرانی دیگری در هانوور دارم به دعوت کانون حقوق بشر که یک ساختار گسترده اروپایی است در شهر هانوور در نیمروز شنبه هشتم ماه اکتبر درباره چالش ها و تنگناهای دموکراسی سکولاریسم و مدرنیته در ایران و در شامگاه اون روز از ساعت 7 پس از نیمروز در کتابخانه فرو خواهم بود برای معرفی کتاب زندگی و زمانه احمد کسروی. با پوزش فراوان از شما برای اینکه سخن شما رو گسستم و وارد میانه سخن شما شد. نه خواهش میکنم. آقای امینی، میخواستم خدمتتون عرض کنم که پیش از این که به موضوع اصلی این برنامه‌مون که به هر حال کوشش های یکی از قومگرایان است، دوستت سوال درباره زکاء الملک که در دو برنامه به خصلت‌های گوناگون او و خصوصیت‌های گوناگون او پرداختی مانده، اجازه میدید اون رو مطرح کنم؟ حتما. من البته پیش از اینکه اون رو مطرح کنم یه پوزش از هممیهنان می‌خوام و از شما و بسیار بسیار سپاسگزار شما هستم که در اینجا به عنوان یک داور به راستی آگاه گاه میایید و اگر نکته‌ای رو هم من حاشیه بروم اصلاح میکنید. من در پایان برنامه هفته پیش هنگامی که درباره این جنبه بسیار نادرست یا شاید بتوان گفت
ناخواسته شرکت روشنفکران و پژوهشگران در سپهر سیاست سخن گفتم، اشاره کردم که یکی از کسانی که در این زمینه درگیر شد بهار بود که سناتور شد. منظور من در اون هنگام تهی‌زاده بود نه بهار. به درستی شما من رو اصلاح کردی که بهار وزیر شد ولی سناتور نشد. خواستم این رو با همیهنان باز در میان بگذارم که گاه باشد که انسان در بیان شفاهی تاریخ دچار کجراهی هایی هم بشود و من هیچ بیمهراسی از اصلاح خودم در این زمینه ندارم. از شما بسیار سپاسگزار هستم. اختیار دارید آقای امینی. از من خواهش میکنم تشکر نکنیم. من وظیفم رو در حدی که بلدم انجام میدم. آقای امینی بفرمایید که آقای فروغی به چه دلیل این واژگان های جدید رو وارد زبان فارسی کرده؟ به دلیل پشتوانه اطلاع و اشرافش بر زبان فارسی؟ دقیقاً چنین گونه است. او آدمی بوده بسیار پژوهشگر، آگاه به تاریخ ایران و از این دیدگاه به وارد کردن واژه‌های پرداخته که در زبان فارسی نبوده. یعنی تفاوتی که میان او و کسروی میتوان یافت این است که کسروی واژه‌های خفته، واژه‌های از یاد رفته در زبان فارسی رو در سپهر عمومی گفتار و نوشتار در ایران زنده کرده. فروغی از اونجایی که به برگرداندن نوشتارهای اروپاییان پرداخته به ویژه در زمینه فلسفه و علوم، واژه‌هایی رو دریافته که این واژه‌ها فارسی برابر فارسی نداشته و یک رشته برابرهای فارسی برای اونها ساخته و این کار بسیار ارزشمندی. سپس می‌دانیم که فروغی رئیس فرهنگستان شد با گروه دیگر از بزرگان برحال اون زمان. البته این رو هم باید خورده گرفت که فرهنگستان آدمی مانند کسروی رو در خور اینکه عضو فرهنگستان بشود نیافتن، چون دانشگاه دیده نبود. اینا گرفتاری های به راستی اخلاقی و سنتی در جامعه ماست که مردی مانند کسروی چون دانشگاهی نبود در میان کسانی که دانشگاهی بودند و وارد فرهنگستان شدن قرار نگیره. ولی به هر روی خدمت فروغی چه پیش از فرهنگستان و چه در دوران فرهنگستان به دستگاه واژگانی زبان فارسی بسیار بسیار ارزنده است. پیش از اون در نوشته‌هایی که از او به جای مانده، از جمله اجازه چند نمونه رو بگویم، واژه‌هایی رو به کار برد که بسیار بسیار سودمند است. مثلا در مورد اصول علم ثروت ملل که بر روی کتاب اقتصادی است، واژه‌هایی رو به کار گرفته که این واژه‌ها نبوده یا واژه‌های بیگانه نه ولی بر روی ناآشنا بوده. سیر حکمت در اروپا پیش از اینکه برنامه ما آغاز بشود، شما به درستی اشاره می‌کردید که بسیاری از کسان در ایران بر این باورند که ایرانیان با فلسفه اروپایی، اونهایی که زبان فرنگی نمیدانستن، زبانهای خارجی نمیدانستن، فرنگی رو به عنوان زبان عمومی استفاده می کنم یا واژه عمومی، زبانهای اروپایی نمیدانستن و یا آشنا با آثار بزرگان فلسفه در اروپا نبودن، آشنایی اونها با فلسفه در اروپا یا حکمت از راه کتاب فروغی بوده. حتی کسروی در کتابی که به نام صوفیگری منتشر کرده بیشتر من اشاره منبعی و مأخذی او در مورد فلسفه یونان از کتاب سیر حکمت است. جالب اینجاست که کسروی در زندگی نامه خودش خیلی سالهای پیش نوشته فروغی رو رهبر و رئیس بدکاران میخوانه، خیلی با او بده، ولی در بهره‌گیری از این تاریخ از سیر حکمت در اروپای فروغی بهره میجویه و به درستی هم راه دیگری هم وجود نداشته. یک کار بسیار ارزنده فروغی در زمینه ادبی که گمان نمی کنم کسی دیگری به پای او رسیده باشه، در واقع پالایش دیوان
سعدی است که این کار بسیار بسیار سنگینی بوده و او به راستی یک تنه این کار رو انجام داده. عنوان کتاب هم تصحیح کلیات سعدی، و یا برگرداندن فن صناع طبیعی ابن سینا به فارسی کار بسیار دشواری بوده و این کار رو به راستی باید با استواری فروغی به انجام رسانده. از عربی بوده قربان؟ بله، بیشتر کارهای ابن سینا به عربی است. ابن سینا تن بزرگترین کار فارسی ابن سینا دانشنامه علایی است، ولی بیشتر کارهای ابن سینا و بسیاری از نویسندگان اون زمان که در راستای فلسفه کار میکردن به عربی بوده. زبان فلسفه و علم همچنان در سده های سوم و چهارم و پنجم و حتی در تا میانه سده ششم زبان عربی است. رفته رفته زبان فارسی که در زمینه ادبی چیره شده بوده و دیوانی زبان علم و دانش هم میشود. خیلی ممنون آقای امینی. من در جایی خواندم که در مورد سیر حکمت که این کتاب هنوز هم پس از گذشت بیش از 70-80 سال که از تألیف آن می‌گذرد خواندنی و پربار است. فروغی مبدع اندیشه های جدیدی نیست و هیچگاه چنین ادعایی نداشته، اما می‌توان او را یکی از تواناترین ایرانیان در درک اندیشه های مدرن غربی و انتقال درست و بدون اعوجاج آنها به زبان فارسی دانست. اینا یکی از دانشمندان، یعنی یکی از استادان دانشگاه این دوره گفته. بله، دوره جمهوری اسلامی. کاملا درست. البته پیش از فروغی کسی که در این راستا بسیار بسیار پیش رو بوده زنده یاد آخوندزاده است که خیلی پیش از کسروی، بخشید پیش از فروغی در این راستا کار کرده و اندیشه های اروپایی رو شناخته و آشنا شده و اونجایی که میتوانسته در لابلای نوشتارهای خودش به ایرانیان معرفی کرده. کار فروغی اما یک کار فراگیر است، یعنی چون یک کار درسی است در واقع، نخستین مجموعه است که از حکمت در اروپا، فلسفه در اروپا در برابر ایرانیان قرار گرفته، بی‌نظیر از این لحاظ و باید گفت که این کار هیچگاه کهنه نمیشه. مانند کار تاریخ مشروطه احمد کسروی که اگرچه تاریخ های دیگری در این سالهای گذشته نوشته شده و شاید جامع‌تر هم این کار باشد، کار احمد کسروی کار بنیادی و کار سنگ بنا، یعنی در واقع کاری است که سنگ بنای این کار نهاده. کار فروغی هم در زمینه سیر حکمت در اروپا، معرفی اندیشه های اروپاییان، این نقش و جایگاه رو داشته، اصلا حکمت یا فلسفه اروپایی رو ایرانیان شناسانده. بازم ممنونم ازتون آقای امینی. یک سوال دیگه و اون این است که فروغی هرگز از نظام و از ارتش چیزی میدانسته چون 3 بار وزیر جنگ بوده. ببینید جناب مخری، در دوران پس از مشروطه و به ویژه پیش از مشروطه، البته پیش از مشروطه که ما وزارتخانه به اون معنا نداشتیم، ولی کسانی که گماشته میشدند بر یک شغلی هیچ نیازی به آگاهی و از این شغل نمی داشتن، روابط بوده در جامعه. در دوران پس از مشروطه این روابط ادامه پیدا کرده و شما وقتی به کابینه های پس از مشروطه نگاه میکنید، در فهرستی که نخست وزیر به مجلس میدهد برای هیئت وزیران، میبینید که احمد نامی در این کابینه وزیر معارف است، در کابینه پس از آن وزیر جنگ میشود و در کابینه دیگر وزیر رشته دیگری. هیچ حساب و کتابی در این زمینه نبوده. ما یک بار در برنامه فکر کنم با شما داشتیم اشاره کردم که از فرمان مشروطه تا هنگامی که داور وزیر عدلیه شد، در این 20 سال ما 31 یا 32 نفر رو داشتیم. بل. که 40 بار وزیر عدلیه شدن و بسیاری از اونها اصلا آشنایی از
عدیه نداشتن. من باورم این نیست که فروغی آشنایی با فن جنگاوری یا جنگجویی یا اداره امور نظامی داشته، ولی به هر روی این وزارت رو بهش دادن و اون هم پذیرفته و کسان دیگری در واقع باید این کار رو اداره میکردن. کار او در رشته وزارت امور خارجه در کارهای امور داخله و دیگر کارها بر روی با کار و روش و رفتار و تجربه و آزمون زندگی او بیشتر میخوانده. من در جای خواندم، حالا شاید شما بگید افسانه باشه، در جای خواندم که رضا شاه، بله، که سه بار او رو وزیر ارتش کرده بوده، وزیر جنگ کرده بوده، به او یک فرمان دیگه میده و در اونجا فروغی با کمال حیا، میگن خیلی آزرمگین بوده، حیا داشته، نمیخواسته اون کار انجام بده و میخواسته همچنان در وزارت جنگ باشه. رضا شاه بهش میگه که شما لازم نیست به عنوان وزیر جنگ کاری انجام بدید، ولی تمامی حقوق و مزایا شد شما بگیرین، کارهای جنگیشو من میکنم. شما اینو شنیدین؟ من شنیدم، ولی سندی هنوز در این را در این باره نیافتم، ولی دور از حقیقت نخواهد، یعنی این به جامعه ایران میخوره که افراد با چنین نوع جابجایی جایگاهی در واقع شغل و نقش گرفته باشن، اصلا دور از حقیقت نمیتونه باشه. آقای امینی، بازم سوال هست در مورد زکاالملک، ولی فرصت کمه. بله، من میخواستم سوال دیگری با شما مطرح بکنم و اون اعلام مبارزه قومی است از سوی حزب دموکرات. بله، حزب دموکرات کردستان که در ضمن وارد گفتگوهایی با عربستان هم شده و سخن از این است که هزینه های مبارزه با جمهوری اسلامی را از عربستان دریافت میکنه. بله، در این مورد اطلاعات بیشتری دارید؟ اطلاعاتی که به قول خودتون سندی پشتش باشه. برید، من نزدیک به شاید 11 سال پیش هشدار دادم به جامعه سیاسی روشنفکری ایران درباره ماجرای قومگرایی و گروه های مانند حزب دموکرات کردستان، کومله و گروهی که اینها درست کرده بودند به نام کنگره ملل فدرال، که در این کنگره 10-12 تا گروه هایی که بیشتر اونها واقعا وجود نمی داشتن، حزب آزادی لرستان، بختیاری، 2-3 تا گروه از بلوچستان، چیزها از این دست رو همه به هم خورد. بله؟ اینا به هم خوردمه. بله، ولی اینا واقعی نبود، اینا دروغین بود، اینا آدم هایی رو درست کرده بودن. ببینید، برمیگرده ماجرا به چه زمانی؟ برمیگرده زمانی که دولت جورج بوش بران شد که به عراق به بهانه اینکه عراق دارای سلاح هسته‌ای یا شیمیایی است حمله کنه و حزب دموکرات کردستان و گروه‌های دیگر قومی هم بخشی از این کارزار شدند که وقتی دولت آقای بوش وارد عراق شد از راه مرز سر تانک‌ها رو کچ کنه و به طرف ایران هم بیاید. در اون دوره بود که آقای شرفی معاون آقای هجری سخنرانی ایراد کرد که 4 میلیون مردم کرد، البته تعداد اینها رو هر سال بیشتر میکنن، 4 میلیون کردهای ایران آماده هن که اگر دولت ایالات متحده آمریکا بخواهد دخالت کنه در امور ایران با اونها همکاری کنن. بعدها کتمان کردن، ولی متن مصاحبه ایشان موجوده و من در این باره مقاله نوشتم که خیلی هم پخش شد، وسیع در واقع مورد استقبال قرار گرفت. در اون هنگام خیلی ها خورده می گرفتن که آقا شما تون میرید، اینا نماینده اقوام ستم دیده در ایران هستند، نباید اونها رو از خود برانیم و چیزهای از این دست. حتی گروه هایی که طرفدار پادشاهی بودند نشست و برخاست با این گروه های قومی داشتن و گمان می کردن که در این مثلا در این چه کسانی؟ بله؟ مثلا کیا؟
اجازه بدید که بنا به حرمت بر روی این تلویزیون اسم از کسی نیارم، برای که ممکنه گرفتاری برای خیلی ها ایجاد کنه، ولی نشانی ها رو دادم، خیلی ها میدانند که چه کسانی نشست و برخواست های با گروه های قومی کرد استقلال طلب در از جمله سان دیگو و لس آنجلس و جاهای دیگر داشتن، از طرفداران به هر حال بازگشت پادشاهی به ایران و گروه های دیگر، همه گروه ها، گروه های چپ که به ویژه تا در واقع تمام اندام رفته بودن با این جریان ها یکی شده بودن و از اینها پشتیبانی میکرد، نشست و برخاست داشتن بسیاری از گروه ها. تا همین دو سال پیش تا رفته رفته آشکار شد که این گروه های قومی در سودای به راستی دموکراسی در ایران نیستند. اینها میخواهند مانند گروه بارزانی در عراق یک منطقه ای داشته باشند. اینها در واقع گروه های قومی هستند که به دنبال سرزمینن، مانند جنگ های قومی که هزار سال در ایران وجود داشته و حتی در درون یک سلسله، در درون یک خاندان برادران برای چیرگی بر سرزمین به جان هم میافتادند. اینها هم در سودای چنین چیزی هستند و در درون خود کردستان هم، چه کردستان ایران و چه کردستان اقلیم عراق، جنگ و خونریزی میان گروه های کرد بسیار بالا است، یعنی گروه های درگیر با یک دیگر. حزب دموکرات کردستان آقای هجری تا مغز استخوان وابسته به دولت ایالات آمریکا شده بود. من اینها رو در اون زمان مطرح کردم که اینها در واقع پول بگیر از دولت ایالات متحده آمریکا هستند. این آبراه خشک شد پس از اینکه ایران با دولت‌های غربی در جریان برجام کنار آمد. پولی رو که به این گروه های قومی میدادند خوش شد، در واقع این پول رو دیگر بخشی از پیمان های ناگفته میان دولت های غربی با ایران بود که از این گروه ها پشتیبانی نکنند. اینها به سوی دولت عربستان رفتند، پیشتر هم با اسرائیل خیلی رابطه داشتند. امروز حزب دموکرات کردستان ایران یک شاخه ای از سیاست دولت عربستان در ایران هست، هیچ پیوندی با منافع مردم کردستان ندارد، اگرچه تارنمای این حزب به زبان کردی می نویسد، ولی در واقع این تارنما به زبان کردی منافع دولت عربستان رو پشتیبانی می کند. پیشتر هم بیشتر با اسرائیل نزدیک بود، ولی امروز آشکارا از دولت عربستان پشتیبانی می کند. گروهی از اینها هم به تازگی رفتن در مراسم حج، یعنی دولت عربستان دعوت کرد هنگامی که رابطه رو با ایران در این زمینه گسسته بود، از رهبران گروه های قومی بلوچ و کرد و دیگران دعوت کرد که بروند و حاجی بشوند و در اونجا در مراسم حج با رهبران دولت عربستان هم دیدار بکنند و احتمالا یه بخشه ای، البته بیشتر از بخشه، چمدانی از پول هم با خودشون رهاورد این سفر کنند. اپوزیسیون قومی ایران امروز بخشی از چالش دولت عربستان در مقابل جمهوری اسلامی است، تردید نداشته باشید. قبل پیشتر من میگفتم اینها به کجراهه میروند، سیاست های نادرست دارند. امروز باید گفت که اگر سازمانی مانند مجاهدین خلق در واقع یک گروه گماشتی دولت های خارجی است برای جنگ افروزی در ایران، گروه های قومی در واقع ادامه سیاست دولت عربستان در ایران هستند. وای بر ما که بر کشور ما سیاستی چیره است، حکومتی چیره است که کشور ما رو دستخوش شرایطی کرده است که از یک سوی یک حکومت دینی شیعی و از سوی دیگر گروه های قومی و اهل سنت و حالا به اصطلاح اهل سنت و گروه های مخالف حکومت شیعی در واقع سرزمین ایران رو دستمایه چالش و خونریزی و درگیری با یکدیگر قرار بدهند، دستخوش چنین کاری بکنند. این است که پاسخ به پرسش شما خیلی روشن است. اگر در ایران ما با یک حکومت تبهکار دینی روبرو هستیم، این بخش از به اصطلاح اپوزیسیون ایران جز مواجب بگیر و گماشتی دولت عربستان چیز دیگری نیست. آقای امینی، درباره کارزار انتخاباتی آمریکا این روزها همه جا گفتگو می شود. کوتاهی کردیم که از شما در این زمینه یعنی بنده پرسشی نکردم. دلم می خواست در مورد این کارزار انتخاباتی نظرتون رو بگید
و بعد اینکه این گروه های قومی در چارچوبه سیاست هر کدام از کسانی که رئیس جمهور خواهند شد چه خواهد بود؟ ببخشید. ببینید، امروز در آمریکا، ما در ایالات متحده آمریکا شاهد درگیری دو رهبر سیاسی هستیم. یکی خانم کلینتون که نماینده حزب دموکرات آمریکاست و شخصیتی بسیار شناخته شده با کولباری از کارهای مثبت و منفی. همسر او پیشتر رئیس جمهور آمریکا بوده و یکی از شکوفان‌ترین دوران‌های اقتصادی آمریکا در دوران آقای بیل کلینتون روی داده و هنوز هم آقای کلینتون از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است. خود خانم کلینتون خب با گرفتاری‌ها و عدم اطمینان، عدم اعتماد از سوی مردم روبروست. آقای ترامپ هیچ پیشینه سیاسی نداشته و یک باره گوی سبقت رو از تمام کاندیداهای ریاست جمهوری از به جمهوری خواه برده و این باز میگردد به یک نوع نارضایتی بسیار جدی که در کشورهای غربی نسبت به مسئله مهاجرت، نابرابری های اقتصادی، فقدان اعتماد نسبت به دولت‌ها به وجود آمده. این رو ما در فرانسه، در اتریش، در بریتانیا به ویژه با رأیی که برای جدا ساختن بریتانیا از اتحاد اروپا دادن می‌بینیم. همه جا ما شاهد یعنی در واقع بالا آمدن گروه‌های اپوزیسیون بیرون از دولت هستیم که آقای ترامپ نماینده چنین جریانی است. اما آقای ترامپ در این حال یک عوام فریب کارکشته است، بسیار با افسانه هایی که ساز میکنه و نوعی که با مردم سخن میگه بخش زیادی از مردم رو جذب خودش کرده. از منظر ما ایرانیان به داوری من تفاوت های چندانی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا روی نخواهد داد، اما من بر این باورم که خانم کلینتون بر پایه آنچه که درباره گذشته او می‌دانیم نسبت به سیاست‌های دولت ایران سختگیرتر خواهد بود. آقای ترامپ بیشتر به دنبال انزوا خواهد گشت و دخالت در این کشورهای دیگر اگرچه شعار می‌دهد نخواهد کرد. به نظر من خانم کلینتون از سیاست‌های پیشین او هم آشکار است که چه بسا فشار روی ایران افزایش بدهد و شاید از این منظر باید گفت که به سود دموکراسی خواهی در ایران است که فشار روی دولت ایران افزایش بیاورد و کار روابط ایران با دولت‌های خارجی در چارچوب برجام متوقف نشود و کارزار اجرای در واقع این پیمان با کارزار حقوق بشر در ایران به هم بپیوندد و فشار بیشتری بر دولت جمهوری اسلامی برای اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر که البته اجرا نخواهند کرد به وجود بیاید، زمینه شاید برای شتابان کردن گذار از جمهوری اسلامی به یک دولت غیر دینی در ایران فراهم شد. در واقع آقای امینی، جامعه ایرانی در اروپا، در امریکا به خصوص خواستار این است که خانم کلینتون رئیس جمهور بشه. بله؟ نه، فکر نمی کنم. شکاف همون جور که در دیگر زمینه ها میان ایرانیان شکاف وجود دارد، در میان ایرانی های باشنده در آمریکا هم شکاف در این زمینه وجود دارد. به نظر می آید که جوانترها بیشتر طرفدار خانم کلینتون باشند و اونهایی که سنتی تر نگاه می کنند و شاید هواداری بیشتر از دولت پیشین ایران داشتند یا جمهوری خواستند از آقای ترامپ پشتیبانی کنند. این هم فراموش نکنید که بخش از این پشتیبانی سیاسی نیست. یکی از نویدهای آقای ترامپ در این است که مالیات ثروتمندان رو در آمریکا کاهش خواهد داد و در نتیجه اون دسته از ایرانیان که بر روی به این خانواده توانایان وابستگی دارند از این پیام آقای ترامپ بسیار شادمانند. ترامپ نوید می‌دهد که مالیات بر ارث رو در آمریکا از بین خواهد برد و در نتیجه کسی که
دارای چندین میلیون دلار یا شاید 1 میلیارد دلار دارایی باشد و این رو میخواهد در دسترس فرزندان خودش قرار بده، این فرزندان هیچ مالیاتی در این زمینه نخواهند پرداخت. بنابراین در اینجا هم یک شکاف طبقاتی وجود داره. اونهایی که داراتر هستند جدا از خط سیاسی و فکریشون طرفدار سیاست های آقای ترامپ هستند که خواهان کاهش مالیات بر ثروتمندان است. خانم کلینتون و حزب جمهوری خواه، حزب دموکرات آمریکا این رو وعده می دهند که برای پیشبرد برنامه های رفاهی و اقتصادی به سود طبقه متوسط مالیات رو بر بخش معینی از ثروتمندان آمریکا افزایش بدهند که این یکی از چالش های بسیار بزرگ آینده آمریکا خواهد بود، چون تنها رئیس جمهور نیست که میتواند چنین کار را انجام بدهد. یکی از ویژگی های دموکراسی در این است که افزون بر رئیس جمهور باید مجلس آمریکا هم با این موافقت بکند. مسئله بالا بردن مالیات توانگران در آمریکا و افزایش امکانات رفاهی برای طبقات محروم شده بسیار جدی است در این سالهای گذشته که اقتصاد آمریکا دوباره رشد کرده. آمار نشان میدهد که بیشتر از 70% رشدی که در این اقتصاد انجام گرفته تقریبا به ثروتمندان رسیده و شاید 30% و حتی کمتر به طبقات متوسط و پایین. این است که اختلاف خیلی جدی در مورد قانون مالیاتی و میان خانم کلینتون و آقای ترامپ وجود دارد. آقای امینی، اکنون که شما در اروپا هستید حتما مطبوعات اروپا را از نزدیک ملاحظه میکنید، نظرات اروپایی را از نزدیک میشنوید، اونها درباره این کارزار انتخاباتی چه نظری دارند؟ اطلاع دارید؟ بله، ببینید، فراموش نکنید ما در اروپا هم با ترامپیزم روبرو هستیم یا جریانی مانند ترامپ در بریتانیا، در فرانسه میشه، در فرانسه، فرانسه، بریتانیا، در خود بریتانیا کسی که کارزار جدا شدن از اروپا رو رهبری کرد حتی گیسوانش هم مانند آقای ترامپ هست، افشانه. و در اتریش کاندیدای ریاست جمهوری با آرای بسیار کمی به کاندیدای مستقل، کاندیدای دست راستی آباخ و شبس در این انتخاباتی در پیش است برنده خواهد شد. در فرانسه حزب ناسیونالیست فرانسه، حزب لوپن، امروز به نیرومندترین حزب فرانسه تبدیل شده. در بیشتر کشورهای اروپایی جریانهای ضد مهاجری طبیعتا با توجه به تأثیری که مهاجرت ها در اروپا داشته، تأثیر منفی که داشته، به سوی گرایش های دست راستی بیشتر و بیشتر روی آوردن و این پدیده طبیعی است و من میپذیرم، میتوانم توجیه کنم حتی که چرا چنین رویاوری به وجود آمده. بنابراین ترامپ یه پدیده ناشناخته برای بسیاری از اروپاییان نیست، ولی اونهایی که اندکی خرد دارند و میاندیشند و جریانهای چیره بر رسانه ها، جریانهای روشنفکری، جریانهای سیاسی سنتی در اروپا هستند، بسیار بیمناک و حتی در شگفت هستن از اینکه چگونه مردی مانند ترامپ با این سخنانی که میگوید و پرخاش هایی که به مخالفان خودش حتی با زبان بسیار بسیار ناهنجار دارد، ناشایست دارد، شاید باید بهتر باید گفت، چگونه توانسته به چنین جایگاهی برسد و در مرز ریاست جمهوری بایستد. این برای بسیاری از اروپاییان و بسیاری از مردم جهان یک نوع بیم و حراس ایجاد کرده و حالا باید دید که چه خواهد شد در این 40 روز آینده. شما چند هفته پیش در ارتباط با اظهارات آقای ترامپ سخن از یک دگرگونی فکری در جوامع جهان دادید. بله. یادتون میاد؟ بله، کاملا. الان اون عقیده رو دارین؟ کاملا. من نکتم در واقع این بود که ما با دو جریان در دنیا روبرو هستیم که بسیار پایه برای رویاوردن مردم به اندیشه های عوام فریبانی مانند آقای ترامپ رو فراهم کرده. نخست این که در این کارزار جهانی گلوبالیزم مانند دوران انقلاب صنعتی که بخش زیادی از مردم در جریان انقلاب صنعتی واپس ماندن، بهره مند از
انقلاب صنعتی نشدند و فقیر شدند مانند روستاییان اروپا، در این دوره هم در این دگرگونی جهانی شدن بخش زیادی از مردم در کشورهای اروپایی و در ایالات متحده آمریکا در کشورهای پیشرفته از این کاروان توسعه واپس ماندند. گلوبالیسم اتفاقا یاری رسانده به کاهش فقر در کشورهای جهان سوم. کشوری مانند هند رو که یک زمانی بی‌محراس از این بود که فقیرترین کشور جهان باشد، امروز به عنوان یک کشور در حال توسعه جدی قرار داده و بسیاری از کشورهای دیگر رو. ولی در خود کشورهای پیشرفته گرفتاری‌های بسیار جدی ایجاد کرده. جریان دوم در واقع برمیگردد به مسئله مهاجرت. خاورمیانه و شمال آفریقا فرو پاشیده، بسیاری از کشورها دیگر کشور نیستند. افغانستان عملا کشور نیست، کشوری به نام عراق واحد دیگر وجود ندارد. بغداد در دست دولت مرکزی است و دیگر بخش‌های عراق در دست گروه‌های محلی و در حال ستیز با دیگر. سوریه که برای همیشه ویران شده، لبنان، لیبی در آست. بله لیبی که اصلا از بین رفته، اردن در آستانه فروپاشی میتواند باشد. کشوری است که امروز اردن کشوری است که 27% جمعیت این کشور رو مهاجرینی تشکیل میدهند که در 12 سال گذشته به این کشور مهاجرت کردند. لبنان نزدیک به 1/5 جمعیت لبنان مهاجر است. این است که خاورمیانه در آستانه انفجار از جنگ میان عربستان و یمن، در واقع میتوان گفت شهرهای یمن رو ویران کرده و ایران هم به عنوان تنها کشوری که هنوز وارد جنگ داخلی نشده با یک حکومت دینی روبروست که این جنگ داخلی رو به سرزمین های دیگر گسترش داده، درگیر در جنگ داخلی عراق، جنگ داخلی در یمن، جنگ داخلی در لبنان و سوریه است. خاورمیانه اون خاورمیانه گذشته نیست. افسون بر این، جایگاه نفت در جهان کاهش پیدا کرده. نفت دیگر اون جایگاه تاریخی رو که همواره نفت می‌داشته نمی‌دارد و کشورهای پیشرفته توانستن از راه‌های داخلی تعهد خودشون رو به نفت یا وابستگی خودشون رو به نفت کاهش بدن. این است که ما با یک خاورمیانه در حال فروپاشی و گسترش فقر، آفریقای شمالی در حال فروپاشی و فقر روبرو هستیم و جمعیت کلانی از این کشورها در حال مهاجرت به اروپا هستند و ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی اروپا رو دستخوش تغییر قرار دادن و به طور طبیعی مردم نسبت به این موضوع واکنش دارند. و این است که باید این راستی ها رو دید، درک کرد و دریافت که جریان داعش در این بستر میتواند نیرومند بشود و ما با یک چالش جهانی روبرو هستیم که به نادرست به اون میگفتند جنگ تمدن ها. در واقع جنگ تمدن است با جنگ دشمنی با تمدن. چالش و جمهوری اسلامی نمایندگان تمدن نیستند، نمایندگان ستیز با تمدن مدرن هستند. جنگ مدرنیته است با ساختارهای پیش مدرن، ساختارهای 1000 ساله و این پدیده ای است که چند نسل آینده رو در سرتاسر جهان دستخوش تغییر و دگرگونی خواهد کرد و سیاستها رو در دنیا دگرگون خواهد ساخت. این رو باید پذیرفت و آماده اون بود. آقا امینی 2 دقیقه وقت داریم، یه سوالی میکنم که میتوانید کوتاه جواب بدین در 2 دقیقه. میخوام ببینم که سرنوشت این قومگرایان که هم اکنون با عربستان سعودی ارتباط دارند با رئیس جمهوری جدید در ایالات متحده چه خواهد بود؟ من باور ندارم که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا تغییر اساسی در کارزاری به وجود خواهد آورد که عربستان اون رو رهبری میکنه. عربستان امروز پیشتر اسرائیل بود، امروز عربستان رهبر چالش براندازی جمهوری اسلامی شد. یعنی آشکارا میخواهد که جمهوری اسلامی برانداخته بشود و به هر وسیله هم متوسل میشود، از جمله جریان های قومگرا در ایران. این رو باید با شوربختی بگم، با افسوس بگویم که اگر جامعه ایران یک
راهکاری رو برای گذر از حکومت دینی در ایران و دستیابی به یک جامعه دموکراتیک و سکولار در سالهای آینده نیابد، جریانهای قومگرا و جریانهایی که به جنگ داخلی در درون ایران میخواهند دامن بزنند گسترده خواهد شد و افزایش پیدا خواهد کرد و شاید این توطئه هم در پیش باشد که ایران رو هم به سرنوشت سوریه دچار بکنند. ایرانیان باید با هوشیاری و آگاهی پایان بدهند به این ساختار حکومت تبعیض‌گرای دینی که در ایران وجود دارد تا گروه‌های قومی و دولت‌های فرومایه‌ای مانند عربستان نتوانند بهره برداری کنند برای از هم گسستن این پیوند تاریخی که در ایران وجود داشته، کشوری که هزاران سال پای بر جا مونده در برابر این همه آمدن اقوام و گروه های دیگر و ایغار مغول و بسیاری چیزهای دیگر، اینک میتواند دستخوش از هم پاچیدگی باشد. جواب اینی، خیلی ممنونم ازتون. در اروپا به شما خوش بگذره. مطمئنن هم میهنان ما در اونجا بهره ها خواهند برد از سخنان شما. سپاسگزارم، مهر شما هستم. شب و روز شما خوش. شب و روز همه هم میهنان عزیز خوش.